برنامه‌ریزی که کردیم برای 500 تا بازار، الان 62 تا بازار داریم، 30 تا بیش از 35 تن تا در واقع عملیاتی میشه و این فاصله بین تقریبا 210 تایی که تا اون نقطه مطلوب هست تا دو سال برنامه‌ریزی کردیم که توسعه بدیم. یه کار جدی دیگه هم که داره انجام میشه این هستش که ما بتونیم با در واقع خریدی که از قراردادی که از کشاورز میکنیم و زنجیره تأمینمون رو از ابتدا چینش میکنیم، بتونیم یه خدمتی رو هم به در واقع پیوستگی هم با مغازه‌دارها برقرار بکنیم و کاری کنیم که انشالله مغازه‌دارها هم دست به دست ما بدن و هم دست به دست هم بدیم که بهترین نفس و قایقی رو برای مردم باشه. نمیدونی باید چیکار کنیم خودت؟ آقا ماشین همکارم الان برادر همین غرفه رو الان اومدن ماشینش رو عجلوی تهدوار مالیات توقیف کرده برده، میگه آقا شما 56 میلیون تومان بابت من کلا 19 میلیون اجاره میدادم یک سال، 23 میلیون برای من مالیات اومده. من از مسئولین عزیز فقط اینو میخوام، برای یک فرد غذای مردم یه نهار میخواد بخوره، دو تا تیکه گوشت داره، یک دو تا پیمونه برنج داره، روغن داره، اینا حساب کنم ببینن یک فرد غذا چقدر برای مردم تمام میشه و یه کارمند که 6 تومن حقوقشه، اجاره خونه داره، بچه داره، دکتر داره، واقعا چجوری باید زندگی کنه؟ اینا حساب کنم. ما در خدمت مسئولین عزیز هستیم. نگاه کن کل باقای مرجعات از بین رفته به خاطر نبود سمبود مناسب و اینکه بخوام بازرسی درست صورت بگیریم. یعنی همه این من که اینجا هستم همه گرفتارن، ولی دارن حالا ما هممون تظاهر میکنیم به این که اب نداره و اب نداره و میگذره، همه باید با هم کمک کنیم، ولی تو خدا به فکر مردم باشی. جهاز آکان رو چشم خسته نباشیم، سلامت. ما قبلا یه چرخ پر میکردیم 100,000 تومان، الان با یه چرخ هم 2 میلیون تومان پر نمیشه. یعنی تمام امید ما به این دولت، یعنی ولی الان من ناامید شدم، خیلی رو راست میگم خدمت شما، یعنی هیچ امیدی در دل من نیست، فردا رو از امروز تاریک‌تر می‌بینم. نه خب باید ببینم من، درست، ولی من هیچ روشنی نمی‌بینم، ولی مردم سرشون انداختن پایین دارن زندگی میکنن. درست میشه، هر بار میوه ها رو میریزن تو این پالته که کجه، این لبه پایینش مخصوصا کوتاه میده که میریزن، کسی میخواد برداره کلی از میوه ها میریزه روی زمین، مخصوصا زمانی که کرونا هست، زمین بسیار آلوده و کثیفه، بعد همین میوه دوباره میفته اون بالا، یعنی میدازم بالا تعدادش هم زیاده، خیلی هم آلوده. من حقیقتش به اون مسئولینی که اونجا هستم گفتم، رئیسشون اینطور خالی عکس بگیرم.